سرخط خبرها هشدار چین کشورهای تحریم کننده المپیک بهای سنگینی را خواهند پرداخت و در ادامه دولت نیوزیلند سیگریت را برای نسلهای آینده ممنوع می کند و همچنان در پایان میر مفتون برای طالبان آواز می خواند. سلام و کانال ما خوش آمدید. هشدار چین کشورهای تحریم کننده المپیک بهای سنگین را خواهند پرداخت. چین به کشورهایی که بازی های المپیک زمستانی پکن را به گونه دیپلماتیک تحریم کردند هشدار داده است که بهای سنگین تصامیم اشتباهشان را پرداخت خواهند کرد. آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا به دلیل نگرانی در مورد سابقه نقض حقوق بشر در چین اعلام کردند که نمایندگان دولتیشان را با بازی های المپیک زمستانی اعزام نخواهند کرد. این بازی ها در فوریه سال 2022 در پکن برگزار می شود و نگرانی کشورهای تحریم کننده شامل اتهامات گسترده سوء استفاده علیه گروه اقلیت ایغورهای مسلمانان است. اکنون وانگ وینبینگ سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید که آمریکا، بریتانیا و استرالیا از سکوی المپیک برای اهداف سیاسی استفاده می کند. رسانه های دولت چین روز چهارشنبه 8 دسامبر مدعی شده است که پکن هرگز برنامه برای دعوت از سیاستمداران آمریکایی و غربی که موضوع تحریم را تبلیغ می‌کند ندارد. آمریکا نخستین کشوری بود که تحریم دیپلماتیک خود را اعلام کرد و در ادامه استرالیا، کانادا و بریتانیا از این اقدام حمایت کرد. این تحریم‌ها مانع از حضور ورزشکاران کشورهای تحریم کننده در این رقابت‌ها نمی‌شود. در همین حال تاماس باخ رئیس کمیته بین الملل المپیک یعنی IOC اعلام کرده است که از حضور ورزشکاران این کشورها استقبال می کند اما بی‌طرفی‌اش را رعایت خواهد کرد. روابط بین کشورهای تحریم کننده و چین در سالهای اخیر متشنج بود و این تحریم بر تشدید تشنج در روابط این کشورها با چین افزوده است. آمریکا چین را با نسل کشی در سرکوب ایغوری ها و دیگر گروه های اقلیت مسلمانان در سینکیانگ متهم کرده است. چین همه اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر را رد می کند و می گوید که شبکه اردوگاه های بازداشت این کشور در سینکیانگ برای آموزش مجدد ایغورها و سایر مسلمانان است. خبر بعدی، دولت نیوزیلند سیگریت را برای نسل های آینده ممنوع می کند. نیوزیلند می خواهد که فروش تنباکو به نسل بعدی را در آن کشور ممنوع کند تا در نهایت سیگریت در این کشور به طور کامل کنار گذاشته شود. طبق قانون منع مصرف سیگریت که انتظار می رود سال آینده میلادی تصویب شود، هر فردی که پس از سال 2008 به دنیا بیاید در طول زندگی خود نمی تواند سیگریت یا محصولات تنباکو خریداری کند. آیشه اورال وزیر صحت نیوزیلند گفت که آنان می خواهند مطمئن شوند که جوانان هرگز به سوی مصرف سیگریت نخواهند رفت. بر اساس گزارش BBC این اقدام بخشی از یک کمپاین گسترده علیه استعمال دخانیات در نیوزیلند است که روز پنجشنبه 9 دسامبر از سوی وزارت صحت آن کشور اعلام شد. هرچند این خبر با استقبال فراوانی روبرو شده است اما با این حال برخی هشدار دادند که این اقدام ممکن است بازار سیاه را برای خرید و فروش تنباکو ایجاد کند. بیانیه رسمی وزارت صحت نیوزیلند نیز به این مورد اذعان دارد و خاطر نشان می کند که گمرک ها و منابع بیشتری برای اعمال کنترل مرزی نیازمند است. نیوزیلند تلاش دارد که به هدف ملی خود برای کاهش نرخ ملی سیگریت و 5% تا سال 2025 دست یابد. در حال حاضر 13% از بزرگسالان نیوزیلند سیگریت می کشند که این میزان در میان جمعیت بومی ماوری بسیار بالا است، جایی که تقریبا به 1/3 افزایش می‌یابد. مایوری همچنان از میزان بالای از بیماری و مرگ رنج می‌برد. وزارت صحت نیوزیلند می‌گوید که سیگریت از هر 4 سرطان یک مورد آن را ایجاد می‌کند و همچنان عامل اصلی مرگ و میر قابل پیشگیری برای جمعیت 5 میلیون نفری این کشور است. این صنعت بیش از یک دهه است که در اهداف اصلی قانونگذاران قرار گرفته است. به عنوان بخشی از کمپین اعلام شده، در روز پنجشنبه دولت آن کشور همچنان کنترل عمده دخانیات از جمله
محدود کردن قابل توجیه محل فروش سیگارت برای حذف آنها از فروشگاه های سطوح شهر را اعمال کرد. مقامات نیوزلند میگوید که شمار فروشگاه های مجاز برای فروش سیگار از حدود 8000 بسیار کاهش می‌یابد و به کمتر از 500 فروشگاه می‌رسد.